در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، مار از حال بهشتیان ننگ آید. ور بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. ما فکر میکنیم که مکه و مدینه آدمو میسازه. زمین و زمان آدمو نمیسازه، قدسیت به همراه نمیآورد. به عقل پرداختن و به روح پرداختن و به علم پرداختن و به اخلاق پرداختن، هر کجا که باشید تو را مقدس میکنه. شرط نیست که حتما در مکه باشید. همه که نمیتونن تو مکه سکونت بکنن، و اگر بیشتر از یک ماه تو مکه موندید و مدینه، هیبت مکه و مدینه تو دلت کم میشه. مکه و مدینه عادی میشه برات، مثل کوچه های زاهدان میشه. و اینم دوباره مد نظر خدا و رسول خدا نیست. علمای بزرگ بعد از مدتی اقامت در مکه و مدینه میرفتن بیرون تا دوباره بر بگردن، دوباره اون حالت معنوی تولید بشه، تا مکه و مدینه عادی نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم اکثر عملا، لا ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. انسان هایی که خوب حرف میزنن خیلی زیادن، اما انسان هایی که حرف خوب میزنن کمترن. اما انسان هایی که عمل خوب میکنن باز کمترن. اما انسان هایی که عمل خوب بعد از پیاده کردن در خود به دیگران میرسانن دیگه انگوش شمارن. شما میخواد خود حرف بزنید یا حرف خوب بزنید؟ اصلاً با خوب حرف زدن و حرف خوب زدن جامعه درست میشه. حرف خوب زدن هم توفیق لازم ندارد، تا چه برسد خوب حرف زدن. برای حرف خوب زدن توفیق لازم نیست. این یقولو تسمع لقولهم اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم که انهم خشب و مسنده. منافقین هم حرفای خوب و جذاب میزنن، گیرا. ولی قرآن تعبیرش خیلی دقیقه، میگه که انهم خشب و مسنده، مثل یک تختیست، چوبیست، بیروح، که تکیه داده شده به یک چیزی. اما عمل خوب انجام دادن توفیق میخواد، حرف خوب زدن توفیق نمیخواد، گرچه توفیق هم میخواد. اگر توفیق نبود حرف بد میزدیم، اون دیگه وحشتناکتر بود. پس چیزی که ما لازم داریم، و وقتی میگم ما یعنی کل مجموعه، عمل خوب هست. همیشه حرف خوب میشنویم، ولی چون تلاش برای عمل خوب نیست، در نتیجه احساس پوچی میکنیم با اون همه شعارهای خوب و زیبا، با اون همه حرفهای خوب و زیبا، با اون همه استدلالهای خوب و زیبا. امروز چقدر زیادن اونهایی که حرف خوب میزنن، و چقدر کمن اونهایی که عمل خوب میکنن، و چقدر کمترن اونهایی که برای خوبی و هدایت مردم تلاش میکنن. روزی امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه طواف خانه خدا میکرد،
در طواف پیرمردی را شنید که میگوید اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، اللهم اجعلنی من القلیل، و طواف میکند. بازوش گرفت، گوشی کشید، گفت که یا هذا، این چه دعایی است که اینجا میکنید؟ تو این جایگاه را نمیشناسید، کجا هستید؟ این چه دعایی میکنید؟ مرا از جمله اندکان قرار بده، ربنا آتنا فی جمله اندکان قرار بده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار، همچین دعاهایی اینجا بکن. این چه دعایی که میگه خدای من از جمله اندکان قرار بده؟ یه نگاه تند و تیزی بهش کرد، گفت که اگر شما این آیه رو نخوندید، نشنیدید. گفت کدوم آیه؟ اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، ای خاندان داوود علیه السلام شکر پروردگار به جا بیاورید، گرچه بندگان شکر گزار واقعی اندکن قلیلن. من دعا میکنم خدایا من رو از جمله اون شکر گزاران واقعی اندک قرار بده. یک دفعه متوجه شد که این دعا چقدر پرمغزه و چقدر پر محتواست. دست زد پشت کمرش، گفت ادامه بده، ادامه بده. اگر 7 بار طواف خانه خدا بکنید، فقط همین دعا بکنید و خدا همین دعاتو قبول بکنه و تو رو از اندکان شکر گذار قرار بده، تو برد کردی. تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شيء قدير. تبارک، کسی که خیر و برکتش زیاده. چه کسی خیر و برکتش زیاده و از همه طرف سرازیره؟ کی میتواند باشد غیر از الله رب العزت و الجلال؟ خیر و برکتش از همه طرف سرازیره. اما بکن من نعمت فمن الله، هر نعمتی یک خیر و برکتی است. نعمت نمیتواند نعمت باشد مگر اینکه نیت انسان خدایی نباشد. نعمت رو تبدیل به نعمت میکند، اگر نه خاصیت نعمت اینه که برکت تولید کند، اینه که اطمینان تولید کند، اینه که آرامش تولید کند، اینه که سعادت تولید کند. هیچ نعمتی که خدا برای بندگانش حلال کرده نمیتواند مضر باشد مگر زمانی که نیت انسان خدایی نباشد. و استفاده از نعمت درست در مسیر اهداف خدایی از اون نعمت نباشد، اونجا نعمت مضر می شود. و مضر بودن نعمت و تبدیل نعمت از رحمت و شفقت و برکت به ضرر نیت خود انسانه و عمل خود انسانه. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، قحطی در بر و بحر آشکار شده، فریاد میزند، داد میزند، به اوج رسیده به خاطر کسب دست بندگان خدا، به خاطر اعمال ما، به خاطر دوری ما از الله، به خاطر پایمال کردن اهداف خدا در نعمت ها. امشب چه شبیه؟ امشب شب وصاله، عاشق و معشوق به هم رسیدن. خیلی جالبه که رابطه عاشق و معشوقی که من و تو باشیم اللهه، یعنی الله من و تو رو به هم رسونده و خودش داره لذت میبره که دو نفر رو به هم رسوندن و همدیگر رو بو میکنن، تبسم میزنن، تبسم و کفی وجه اخی صدقه، تو آغوش میگیرن و خودش داره تماشا میکنه، نظارگره. امشب الله تبارک و تعالی شما را به رخ ملائکهش میکشه، شما را به رخ فرشتگانش میکشد، اونها که شهوت ندارن
اگر این گل زیباست فرنگی نیست، چون خدا زیبا خلقش کرده. اگر فرشته پاک از گناه نمی کند، انگیزه گناه ندارد. جورها و تقواها هم سرشت پاکی و خوبی داریم و خیر داریم، و هم سرشت ناپاکی و بدی. فقط این تلاش و جهد و جهاده که انسان میتواند پاکی را غالب کند و نفس اماره و لوامه را تبدیل به مطمئن کند. هر انسانی میتواند اماره باشد. اما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء.